این هفته در قیام مردم زاهدان و دلاوران و استان سیستان و بلوچستان شاهد شعارهای انقلابی مردم علیه دیکتاتوری های شاه و شیخ بودیم اما همزمان شاهد بودیم که رسانه های استعماری با انتشار تصویری این طور وانمود کردن که گویا مردم از بقایای سلطنت حمایت کردند. در این قسمت از برنامه همراه هستیم با آقای شهبخش میهنی از فرزندان مردم سیستان و بلوچستان تا ببینیم موضوع چه بوده سلام عرض کنم خدمت شما و خیلی خوش آمدید آقای میهنی سلام خدمت شما خوبه خواهش میکنم ممنون موضوعی که برخی رسانه ها در روز جمعه گذشته در قیام مردم زاهدان مطرح کردن این بود که گویا مردم از بقایای سلطنت حمایت کردن شما بفرمایید که داستان به چه صورتی بوده بله قبل که به جواب بدم به همشهری های عزیزم سلام عرض میکنم و درود میفرستم به شهدای قیام جمع, جمع خونین زاهدان خاش سراوان که با نصار خونشون این راه رو هموار کردن و به روح اونا روشون شاد و از خدا برای همگیشون جنت فردوس نصیب کنن همون شهدایی که صدایشون رو در کف خیابون ها فریاد زدن و برای آزادی یه خلقی که چهل و سه سال در فقر، سرکوب، کشتار توسط همین پاسداران مزدور خامنه ای قرار دارند اما علا همه این جنایت ها سربلند و سرفراز از حق به رفتهشون کوتاه نمیان تا روز سرنگونی و آزادی مردم و اما اون سال که کردید من فکر میکنم خیلی واضح است که یک مرغ سرخ شده هم از اصلا خندش میگیره چرا برای اینکه اصلا مردم زاهدان کل سیستم بلوچستان هر روز جمعه ها شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر رو سر میدن نه سلطنت نه رهبری دموکراسی برابری حالا یک مزدور اطلاعاتی یه پلاکادی بلند کرده بعد همه دور اطرافیاشون که از مزدور خودشون بودن ازش فیلم و عکس گرفتن و بعد هم فرستان بیرسان به رسانه های معلوم الحال که اونا هم در سطح وسیع گسترش منتشر کردن بعد ما, ما دیدیم که بعد از اینکه بسیار منتشر شد خود مولانا عبدالحمید که پسر گفتن که او این حمایت کرده بعد پسر مولانا عبدالحمید آقای مولانا مولوی اسماعیل اسماعیل زهی اونو تکسیب کرد ما هم در فیلم هم دیدیم که با حوشهاد خلصت همین مردم بود که همین را رو نفوزی ها رو برمالا کردن مانند اون که میدادن قبلا رضا شاه رو از شاد سر داده معلوم شد که آبشخور همه اینها وزارت اطلاعات بود که به این صورت میخواستن اون انقلاب اون قیام مردم ایران رو به انحراف بکشونن بعدم هم, هم خبر جلی که بهتون گفتم اگر در یک جمله بگم تماماً این بازی ها و همدستی شاه و شیخ برای به کشاندن قیام مردم بلوچستان بود بفرمایید بله خیلی متشکرم از توضیحاتتون شما خودتون اهل کدوم یکی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان هستید من بچه بطر... ب... بله برامون از تجربیات و مشاهدات خودتون بگید که شاهد چه چیزهایی چه ظلم و ستمهایی از سوی شاه و شیخ بودین در این سالیان بله واقعیت این بود که هم در زمان شاه و هم در زمان شیخ هر دو دیکتاتور در سرکوب مردم سیستان و بلوچستان نقش فعالی داشتند یعنی در زمان شاه هم فقر بدبختی بیکاری بیداد میکرد حتی ما مادرم و پدرانی هنوز هم در همین زمان داریم یعنی شناسنامه ندارند، یعنی فاقد شناسنامه هستند و از طرفی مردم سمت دشتیاری اصلا آب ندارند از همون زمان، زمان شاه، تا همین الان، از آب ندارند، آب رو از هوتک براورده میکنن بله یا بذار یک خاطره خیلی چیزی بگم که مثلا خودم شاهدش بودن در زمان شاه وقتی که هویدا نخصوصی بود اومد همون شهر ما بنپور که بودیم همونجا اومدن خب مردم هم به دو طرف جاده ایستاده بودن تا بیاد بدرقه کنن بعد با خود هویدا با اون خودرو مخصوصش و چندی تا خودرو اسکورت داشت وقتی که اومد اهالی که به دو طرف جاده ایستاده بودند یکی از اونا یه سینی چند لیوان گذاشت آب آب مثلا آورد که بده به این حویده با همراهانش که رف تشنگی کنند وقتی که حویده از خودش پیاده شد و تعارف آب کرد آب اولین لیوان رو برداشت میخواست بخوره بعد دید که این آب گلالوده بعد مجدن گذاشت توی سینی بعد مردم خود چرا چی شد چرا آب نمیخوری؟ ما هر روز از همین آب میخوریم چرا نمیخوری؟ تازه از همین آب از ما در مسافه طولانه تا به دست میاریم تا آب وجود نداره از برکه و از اوتکا آب ما میشه یک جمله بیشتر نگفت گفت که میرم به آن حضرت میگم تمام بمپور و روستهاش رو لولگشی کنم ولی بعد که رفت اصلا از لوله کشی هیچ اصلا آب خبری نبود این چیزایی بود که من اصلاً دیده بودم در زمان شاه الان در زمان خمینی هم که خب گفتو شاهد هستید خب بدتر از این است اما مردم و بلوچستان هیچگاه این جنایت شاه رو فراموش نخواهند کرد میخوام بگم که این اطلاعات استوپا و بقایش شاه ترفندشان دیگه لو رفته برای همه لو رفته هم برای مردم بلوچستان هم برای مردم سراسر کشور ایران دیگه لو رفته و مردم از یک دیکتاتوری به دیکتاتوری دیگه بر نمیگردن نمیخوان دوباره دیگه چرا میدونن که اصلا شاه اصلا میگفت من سایه روزمین زمین است و هم خب وقتی که اومد گفت که من ولی فقیه هستم بس نماینده خدا هستم روز با این میخواستند که به هر جنایتی که از دستشون بر بیاد بر مردم تمام ایران اعمال کنند و از طرف دیگه ما هنوز شکوت شنیده باشی بچه شا گفته بود که حتی پشتوانه من پشت گرمی من همین پاسداران و نیروهای انتظامی هستند یعنی پشتوانه این بچه شا شده قاتلان کودکان بلوچ از محمد صدران ناروی در محمد آباد ایران شهر تا حسنا بامری در دلگان تا منا نقیب در سراوان تا هستی ناروی که در همین قیام اخیر بود اینا هستند پشتوانه این بچه شا حالا نمیدونم شما یادتون هست یا نه یک در همین قیام ها که بود یک اتهام ترزی طلبی به مردم بلوچستان زدن ولی خب با و آگاهی مثلا هم مردممون شعار از زاهدان تا تهران جان فدای ایران رو سر دادن حالا میخواند اینا میخوان این قیام مردم بلوچستان رو به انحراف بکشن وگرنه که نیازی نیست که مثلا این همه اتهام و ترزی طلبی و یا حتی اصلا میگفتن که اصلا داعش قصد ترور شما رو داره از جمعون ما رو دستگیر کردن مسجد مکی رو اصلا گفتن تخریب میکنیم اینو برای چی بود؟ ولی باز هم مردم همین شعارف همین بود گفتن داعش ما شمایید این هر مثلا ترپند که اینا به کار بردن مردم هوشیار ما جوابشون رو همون لحظه و همون جمعه بهشون دادن بیادمونه که اینا کم مسجد ارسونت رو در سیستان و بلوچستان تخریب نکردند که از مسجد در چابهار گرفته تا ایرانشهر، زاهدان و مسجد لوتک زابل اصلا نه شو فیلم این مسجد لوتکس ده رو دیدی دید یا نه این قرآن تو از فاضلا در میارن یعنی این جنایتی نبوده این آخوندها از خود خامنه ای کار مرتکب نشده باشه در آخر من یک به تمام مردم قهرمان درود میفرستم و به همه خانواده های شهدا بخصوص مادران داغدار را که خون این شهدا والا راه آزادی هیچگاه به هدر به هدر نمیره ان به کمک کانون های شورشی و مردم ایران سرنگون نزدیک و آزادی رو به دست میاریم بله خیلی متشکرم از شما آقای شهبخش میهنی از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین و توضیحاتتون براتون رزو موفقیت میکنم بخشی یه چیزی یادم رفت خواهش بکنم بهتون بگم خواهش بکنم در اینجا من به تمام شهدای قیام خونین زاهدان درود میفرستم از جمله یاسر شهبخش که یک قهرمانی بود قهرمانی که در همون روز در همون روز سه نفر از جلادا و قاتلان مردم زاهدان رو به هلاکت میرسونه و همچنین خواهر عزیزمون هستی ناروی و محمد مصطفا خدا نور روحشون شاد و خدا جنت فردوس نصیب همگی بکنه خیلی ممنون خواهد. خواهش بکنم خیلی متشکرم از این یادآوری و درود بر شما خدا نگهدار خدا نگهدار